پیشتر گفتگوی داشتم با دکتر جمشید اسدی اقتصاددان و از او در رابطه با جزئیات تحریم ها علیه تهران و اینکه بر کدام بخش بیشترین تاثیر رو خواهد گذاشت پرسیدم بدون شک بر قسمت مالی و بانکی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت به ویژه اون که سیاست هایی که دیروز از سوی بانک مرکزی اعلام شد اصلا در قد و قامت این تحریم ها نیست و من فکر میکنم که تاثیر بزرگی دوباره بر روی سیستم بانکی و افسایش بهای دلار نسبت به ریال خواهد داشت به زودی قرار است هیچ معامله به دلار صورت نگیرد قرار است طلا داد و ستد نشود در این مورد قرار است قطعاتی که تاثیرش پر اهمیتی بر صنعت خودروسازی دارند به ایران صادر نشه میدونید که صنعت خودروسازی به همراه ساخت و ساز بعد از نفت مهمترین بخش اقتصادی ایران هستند در نتیجه تاثیر بدون شک تاثیر شکننده ای خواهد بود بر اقتصاد خسته و ناتوان جمهوری اسلامی این بحث آزادسازی ارز و ورود اون به بازار چقدر تاثیر داره با توجه به تحریم ها عجیب است یک کمچین سیاستی در یک کمچین شرایطی بتوانند ایرانی ها دلار و طلای خودشون رو به کشور برگردونن خب این دو اشکال اساسی دارد نخستین اشکال این است که داد دو و ستد دلار و طلا ممنوع است با این تحریم ها و بانک که این کار انجام میدن مجازات میشن حالا اینو چه ایرانی بفرسته چه خارجی بفرسته دوم اینکه در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی شدیدی به سر میبرد که بنابر گفته پایوران آمریکایی بزرگترین تحریم ها در تاریخ تحریم های جهان هست چطور ممکن است ایرانی در این شرایط این اعتماد رو بکنه که بتونه پول و دلار خودش رو پس بفرسه به کشور ببینید چه چیزی تغییر کرده است از یک ماه پیش که همه سعی میکردن دلار بخرن بفرستن خارج یا همون دلار در حقیقت تو ایران هم باشه خارجیه تو الان که رئیس بانک مرکزی انتظار دارد که همه برن حالا یک حسابی باز کنن در بانک مرکزی و دلاری رو که تو الان گرفتن بذارن تو حساب بانک مرکزی بعید میدانم همچین اتفاقی بیفتد بپردازیم به بحث صادرات نفت فکر میکنه تحریم ها چقدر تأثیر میذاره بر روی این موضوع با توجه به اینکه شرکت ها هم خارج شدن از ایران دقیقا هیچ شرکتی نمونده که بزرگترین نمونه و مثالش شرکت نفتی توتال بود که قرار بود با چینی ها این کار رو انجام بده و با وجود آنکه اتحادیه اروپا گفته بود به لحاظ سیاسی مخالف کار شرکت های اروپایی در جمهوری اسلامی نیست خود این شرکت ها اومدن بیرون بدیهی است برای اینکه انتخاب آنها بین کار کردن با اقتصاد آمریکا بوده است یا اقتصاد محاصره شده و بر زمین نشسته جمهوری اسلامی خب البته هنوز تحریم های نفتی به طور کلی شروع نشده است اما چرا این در بسته اول این تحریم ها شروع نشده چون امریکا به متحدین خودش میخواد این فرصت رو بده که جایگزینی برای صادرات نفت ایران پیدا بکنن و چنان چه خیلی ها کردن مثل مثلا یکی از بزرگترین پالشگاه های نفت در هند ولی حالا تا برسیم به اون زمانی که به طور روشن این تحریم ها آغاز بشود چون داد و ستد با دلار و طلا ممنوعه خب آخه این نفتشون رو اگر بدن جاش دلار نمیتونن بگیرن مگر اینکه همچنان دوران آقای احمدی نژاد نفت بدن و بگن که خب حالا پول پلی خودتون باشه که بعد مشکل خواهند برای بازگرداندنش چنانچه چند روز پیش این اتفاق با آلمان افتاد یا اینکه کشور وارد کننده نفت جمهوری اسلامی بگوید خب نگاه کنید از همین بار و که ما داریم هر چی خواستی جاش بخرید و ببرید که این چند اتفاق ناگوار در زمان آقای احمدی نژاد افتاد چون برنج مسموم و فاسد مجبور شدن وارد بکنن که خب مشکلات و پیامدهای ناگوار خودشو داشت بله اروپایی ها چه خواهند کرد چون تا کنون فقط ابراز تاسف کردن پیش از این نخواهند کرد ببینید فرق است بین دولت های اروپایی که موزه گرفتن و قابل فهمه چون میخواهند بگویند که کشورهای ما و اتحادیه اروپا نمیتوانند دنبال روی هر سیاستی باشند که رئیس جمهور آمریکا تعیین میکند اما شرکت های مستقل اروپایی حساب سود و زیان خودشونو میکنند. در درآمد و در رفت خودشونو میکنند اگر اینها وارد معامله با جمهوری اسلامی بشن دو گرفتاری بزرگ خواهند داشت نخست این که اگر کوچکترین ارتباطی داشته باشن با اقتصاد آمریکا مثلا بانکی داشته باشن حساب بانکی داشته باشن در آمریکا یک کارمند آمریکایی داشته باشن خرید و فروشی با یک شرکت آمریکایی داشته باشن فناوری آمریکایی استفاده کرده باشن بلافاصله هدف تحریم های امریکا قرار می و نه تنها این بلکه از معامله و داد و ستت با بازار بزرگ آمریکا محروم بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسدی که ما رو همراهی کردیم